در این بخش برنامه آقای روح الله حیدری کارشناس قانون جذب در برنامه با ما هست آقای حیدری مطالعات خوبی و تحقیقات خوبی در این بخش داشته و در کل گفته میتونیم که صحبت های زیادی را در قسمت میتونه داشته باشه و صحبت های خوبی را خواهد داشت و موضوعی که امروز مشخصا میخواهیم روی او صحبت داشته باشیم پرورش ذهن است حالا اصل که میگیم ذهن یا باور اینا چه هست چگونه تشکیل میشه و میتونه چه نقش را در زندگی ما و در کل در موفقیت ما داشته باشن امروز آقای حیدری این موضوعات را صحبت خواهیم کرد انشالله که شما از آن بیننده و شنونده باشید آقای حیدری صبح شما بخیر خیلی تشکر از اینکه تشریف آوردید تشکر سلامت باشین به نام خدای سمی و بسیر خطاپوش بخشنده بی‌نظیر عرض سلام صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای جویا دوستان همکار و بینندگان برنامه زیبایی صبح فردا تشکر سلامت باشین آقای حیدری قبل از اینکه اصل بپردازیم به پرورش ذهن که چه راههایی را مثلا چه فرآیندی را باید یک فرد دنبال بکنه تا ذهن خود را یا باور خود را پرورش بده به عنوان یک مقدمه اگر روی صحبت داشته باشین که اصل که میگیم ذهنیت یا باور یا ذهن چه هست درست قبل از اینکه بیا روی سوال شما صحبت بکنیم که ذهنیت چیست و میخوایم یک موضوع رو عرض بکنم سرخواد نشان می‌ده که بیش از 90 درصد پول، سروت، قدرت و موفقیت دنیا در دست یک درصد آدم قرار داره به با این معناست که 99 درصد دیگر فقط با 10 درصد پول و سروت و موفقیت زندگی میکنه سوالی که مطرح میشه است که تفاوت بین این دو گروه در چیست؟ چرا چی بعضی با وجودی که شب روز تلاش میکنه زحمت می‌کشه به هیچ نمیرسه به دیگه خیلی راحت موفق میشه. اگه سوال مطرح شود بعضی میگن که مثلا اگر ما تلاش خیلی زیاد بکنیم میتونیم موفق شیم ما با شما شاهد هستیم که خیلی جوان ها خیلی از دوستا خیلی زیاد زحمت میکشن تلاش پشت دارن ولی باز اون به با اهدافش نمیرسن بعضی میگن که فلانی شغل خوب پول داره حتی بعضی میگه که خوب فلانی چانس داشته بله بله بس بله. ما با شما میبینیم که در هر شغل هم افراد موفق وجود داره هم غیر موفق میبینیم لا. که شغل هم نیست بعضی دیگه میگه که در افغانستان نمیشه بریم خارج می‌بینیم که در همون خارج هم خیلی بدبخت و در افغانستان خود ما و شما خیلی خیلی موفقند بله شاید بعضی بگن که اگر من یک مقدار سرمایه اولیه می‌داشتم یک مقدار پول می‌داشتم می‌رفت یک کاربار شروع می‌کردم موفق میشدم. باز وقتی میایم زندگی افراد موفق بررسی می‌کنیم می‌بینیم که تمامشان یا شاید بالای 90 درصدشون از صفر شروع کردن بله یعنی سوال اساسی است که فاکتور اصلی چیه؟ او علتی که یک درصد خیلی موفق شده و او علتی که باعث شده که 99 درصد دیگر نمیتونه به اهدافش دست پیدا بکنه به نظر من ما, ما در زمینه مطالعه داشتیم کتاب زیاد خواندیم دوره خودیم کار کردیم گوش کردیم تجربه کردیم و خیلی فکر کردیم که واقعا اما تفاوت اصلی در چیست مشکل در اگر... کجا هست؟ مشکل در کجاست که اگر او دلیل او علت ما در زندگی خود درست کنیم در هر جای فارغ از هر سین و جنسیت و مکان و حالا هر چیزی دیگر بتون به خود برسیم ماند. و به نظر من او فاکتور جناب آقای جویا طرز فکر باورها یا هم مایندست بدون شک حالا میایم روی سوال شما ذهنیت چیه ذهنیت یا باورها هم افکاریه که از دوران کودکی خیلی زیاد بر ما تکرار شده زیاد بر ما تلقین شده آنقدر تکرار و تلقین شده که امروز ما به شکل خودکار و ناخودآگاه اونجوری فکر میکنیم به عنوان مثال اگر یک شخصی در یک خانواده فقیر یا از لحاظ مالی سطح پایین به دنیا آمده باشه معمولا خب در اون خانواده همیشه کم بودی پول مطرح بوده پول نیست پول کم است پول مصرف نکنین کار پیدا نمیشنه این فکرات تکرار شده تکرار شده تکرار شده تکرار شده و امروز این جوان ما که حالا پانتون هم خوانده ولی یک سر باور غلط و ناخدا گفت فکر میکنه اصلا کار نیست پول نیست پول پیدا نمیشه نه. و اگر این باورها یا این ذهنیت داشته باشه در زندگی هیچ وقت از لازم مالی نمیتونه موفق باشه نه. ذهنیت به مفهوم ساده ذهنت باورها هم افکاری که خیلی زیاد بر ما تکرار شده بله آقای در گشن در لابلای صحبت هایتون به این هم اشاره داشتین به نحوه که ذهنیت از همو دوران کودکی شکل گرفته اگر بیشتر در این باره کمی توضیحات بدین یعنی چگونه این ذهنیت شکل میگیره در بر شما ما یک تشبیه خیلی قشنگ بر میکنم ما وقتی که به دنیا میایم تازه ظرف ذهن ما خالیه بله. البته گلاس پر است. ذهن بله. ما کاملا خالیه ما هیچ باوری، هیچ طرز فکری یا هیچ اعتقادی نداریم. بله. بعد ذهن ما دو دروازه عمده داره. گوش و چشم. یعنی هر چی که میشنویم، هر چیزی که میبینیم. به و مرور زمان که ما بزرگ میشیم در شش محیط، خانواده، دوستان، مکتب، رسانه ها، بله. جامعه، دین و مذهب. از این شش محیط هر چیزی که وارد ذهن ما میشه این آنچه که میشنویم از شش میید آنچه که مشاهده میکنیم یا میبینیم این باور باورهای طرز فکر ما رو میسازه بعدم متاسفانه در افغانستان ما و شما دیگه شما خودتون شاهد هستین که اگه بیایم همین شش بررسی بکنیم حالا نه تمامش ولی اکثریتش میید منفی بوده نه. این معمولا خانواده ای ما خیلی مشکلات مالی دارن خیلی طرز فکرش یک ذره فقیر است یک ذره فکرش کوچیکه معمولا شاید بالای 90 درصد بعد محیط دوستان به مشکل شکل محیط مکتب هم. یک اعتراضی که یک روی معلمین مکتب دارم خب بیشتر از لازم مالی یعنی ما 12 سال از کسایی یاد میگیریم در زندگی و موفقیت که خیلی آدمای شریف و ارزشمنده که با یک ماشی خیلی کم زحمت میکشن آموزش میتن ولی از لازم مالی ذهنشون خیلی فقیر است متاسفانه جامعه ما به مشکل شکل منفی است و صفات مجازی هم که خودتان شاهد هستین و بسی علما و دین و مذهبم به این شکل که علما متاسفانه راجع به این موضوع هیچ وقت صحبت نمیکن راجع به دنیا راجع به موفقیت راجع به ذهن راجع به پرورش و بیشتر بحثش موضوع معنوی یک سوال دیگه هم ای که اینجا شکل میگیره و پیش میشه ای است که یعنی به طبق گفته های شما شخص خودش در شکل گیری ذهنیت و باورش هیچ نقشی نداره هم یک باور منفی داشته باشه یا ذهنیت منفی داشته باشه مثبت مقصر نیست درسته ببینید ما تا وقتی که حالا ذهنیت معمولاً بین سین یک تا هفت شکل میگیره دوران کودکی باید. او زمان است ما تقریبا چیزی به نام منطق یا لاجیک یا استدلال نداریم این هر چیزی که به خورد ذهن ما داده میشه یا میبینیم و برای ما گفته میشه یا تلقین میشه ما رو باور میکنیم معمولا خیلی از باورهایی که ما امروز داریم در دوران خورترکی یا کودکی شکل گرفته و اشتباس. ولی وقتی که ما به درک میرسیم یعنی قوه فهم ما یا منطق ما یا درک ما بیشتر میشه قطعا قابل تغییر داره قابل تغییر در صد من. پس چگونه میتونیم امی ذهنیت خود را یا همین باورهای خود را چه مثبت باشه چی منفی باشه اگر منفی باشه ما با بتیم بتونیم تغییر بدیم به یک ذهنیت مثبت بر خود ایجاد بکنیم درسته بازم قبل از اینکه مستقیم به سوال شما جواب بدم یک مقدمه دیگر عرض میکنم نه. اول ما باید درک بکنیم که واقعا عامل تعیین کننده و سرنوشت سازی کیفیت زندگی ما طرز فکر ما است اگر طرز فکر ما مشکل داشته باشه باور کنین من با تجربه میگم و شاگردای ما که استفاده کردن از این موضوعات. اگر بارای ما غلط باشه یا طرز فکر یا ما ما مشکل داشته باشه اصلا مهم نیست شما چقدر تحصیلات دارید مهم. مهم نیست چقدر سخت میکوشین مهم نیست که سرمایه داری نداری مهم. و یعنی عامل تعیین کننده و سرنوشت ساز ذهنیت یا باورهای ماست مولانا میگه میگه اندیشه هر جایی رود آخر تو رو آنجا کشد ای برادر تو همان اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای امیر المامنین حضرت علی میگه متوجه افکارت باش که به با گفتار تبدیل, تبدیل میشود متوجه گفتارت باش که به با رفتار تبدیل می شود. متوجه رفتارت باش که رفتار تو شخصت تو رو می سازه. و متوجه شخصت خود باش که شخصت تو آینده تو رو می بیلیام جیمز میگه می, می امروز سوالتان میگه بزرگترین کشف نسل من این است که ما با تغییر ذهن خود میتونیم زندگی خود تغییر بدیم امرسون شاعر آمریکایی میگه میگه مردان بزرگ تاریخ میدانند که اندیشه بر جهان حکومت میکنند یعنی عامل اصلی طرز فکر تو ما را تغییر نتیم انشتین میگه میگه بزرگترین حماقت دنیا این است که مثل قبل فکر کنی مثل قبل عمل کنی و انتظار داشته باشی و خوشبین باشی که زندگی تغییر کنه پس تا وقتی که افکار ما باورهای ما ذهنیت ما تغییر نکنه هیچ وقت کیفیت زندگی ما میزان درآمد ما میزان روابط ما یا در کل میزان خوشبختی ما تغییر نمیکنه اما سوال شما مطرح کردید ما چگونه طرز فکر خود تغییر بدیم چگونه با آرای خود تغییر بدیم که تا زندگی ما تغییر بکنه بله و اون شکلی که عرض کردم باورهای فعلی ما یا طرز فکر فعلی ما با واسطه آن چیزی که از خورتره که داخل ذهن ما شده شکل گرفته بله یعنی چی یعنی آن چیزی که وارد ذهن ما شده ورودی ذهن ما اگر ما بخوایم که باورهای فعلی رو تغییر بدیم باورهای جدید جایگزین بکنیم تنها راه تغییر باورها تغییر ورودی ذهن است بله بعد از این ما مثلا باید چیزهای دیگر رو بشنویم خلافش بشنویم خلافی که حالا پول نیست پول است خلافش بشنویم خلافش مطالعه کنیم یعنی یعنی باید چیزهای جدید بشنویم چیزهای جدید ببینیم چیزهای جدید مشاهده کنیم بخوانیم مطالعه کنیم یک از چیزهایی که من پیشنهاد میکنم که جوانان خیلی خوب از او استفاده بکنه فایل های ها. پادکست‌های های خیلی خوب از اساتید افغانی خود ما داریم ایرانی هست خارجی از خیلی زیاد وجود داره صفات مجازی یوتیوب هر جای پیدا میشه تلگرام اونا رو دانلود بکنم اونا رو گوش بکنم من خودم آقای جویا هر روز حداقلش بالای 3 ساعت خود فایل سوتی گوش میدم بله وقتی که من ورودی ذهن خود تغییر میتم فکر من تغییر میکنه تکرار ورودی ذهن بارهای جدید بر من میسازه یعنی تنها راه تغییر بارها تغییر ورودی ذهن بله ما یک مفهوم در دین خود به نام تقوا داریم قرآن شریف میگه بسم الله الرحمن الرحیم این سمع و البصر و الفواد کل اولای که کان انها مسئولن شما در مقابل ارچ که میشنوین میبینید دل شما در قلب شما بگذارن مسئولین این مفهوم نه. روانشناسی تقوا میشه سلف کنترل کنترل خشتن کنترل ذهن این ما منفی مثلا حرف نزنیم غیبت نکنیم دروغ نگیم منفی نشنویم حرفای مثلا منفی را گوش یعنی با افراد منفی گوش نکنیم نبینیم مشاهده نکنیم صفات مجازی یا چیزایی که خیلی منفی هستن اگر ما ورودی ذهن خود کنترل کنیم جلوی کلام خود بگیریم جلوی شرنده های خود بگیریم جلوی دیده های خود بگیریم و به جای اون مطالب منفی اینا رو جایگزین میکنیم با, با کتاب با فایل های صوتی با ویدیوهای خوب با شکرگزاری با قرآن با یک سری مطالب مثبت با سمینارها سنفای آموزشی خوب مانه. با مرور زمان البته پروسه باید تکرار شود باید تکرار شود پروسه یک مثال خیلی ساده برای شما میزنم یک داستان است به نام قرباقه آپس بله شاید قبلا شنیده باشین یک بقه قرباقه را میگه که اگر ما داخل آب جوش پرتیم خود میندا بیرون بله فورا میندا خود بیرون خاطر چی خیلی خیلی جوشه بسیار زود واکنش نشون میده بدنش خود میندا بیرون اما اگر داخل آب سرد بگذاریم از زیرش قرار بسیار کم گاز روشن کنیم بله بسیار کم و مرور زمان هم تو تا یک جوش بکنه آب پخته میشه پزیده میشه اما خبر نمیشه بله وقتی که خبر میشه که من باید اینو خود بیندازم بیرون یا فرار بکنم شده. کلن پزیده شده پخته بانه. شده فلج شده باورها به با این شکل شکل گرفته باورهایی که ما فعلا داریم برای تغییرش هم خیلی واقعا سخت است خیلی صبر و مقاومت میخواد ما گفتیم سه سال است که شب و روز کتاب میخونم و فایل گوش میکنم باز میبینم که یک سری غلط در ذهن وجود داره یعنی باید ما خیلی صبور باشیم چون راه شمیسته راه تغییر باور تغییر ورود ذهن و, و تغییر ورود ذهن که ما باید یک سری مطالب مثبت آنقدر به او درگیر باشیم آنقدر آن رو تکرار بکنیم که به مرور زمان یک سری ما تغییر بکنه من خیلی عالی آقای دری در کل صحبت بسیار قشنگی بدون شک ذهنیت اصل هم کیفیت زندگی تشکیل میده که دنبال چه هستیم چگونه رفتاری داره مفکار ما چه هست و در کل طبق گفته شما هم که اشاره داشتین در کل هم شخصیت ما رو هم نشان میده آقای حیدری اگر روی هم صحبت داشته باشین که راه های وجود دارد که ما بتونیم با استفاده از روها ها نکات را که مثلا باید نظر بگیریم ذهن و باور خود را بتونیم پرورش بتیم بتونیم گسترده بکنیم درسته در یک نکته دیگر عرض بکنم یک استاد ما خودم دارم این دیس دانداپانی بله استاد مرز میکنه میگه تنها چیزی که در دنیا دفترچه راهنما نداره و ذهن سن ما شما یک پاکت ماکارونی از بازار میخریم روش نوشته است که به چه شکل باید از استفاده شود بله بله یک ماشین ریش بگیریم ریش نوشته است به چه شکل از استفاده شود اما ذهن که به نظر ما یه ما شما مشاهده بکنیم هر چی که میبینیم در محیط ماحول خود از تیاره گرفته ام طرح هوش مصنوعی موبایل هر که وجود داره واقعا توسط ذهن بشر ساخته شده خلق شده مالی. به گفته بزرگا میگه هر چیزی روز یک ایده بوده روز یک فکر بوده همه چیز با واسطه ذهن خلق شده ساخته شده اما ما بلد نیستیم که از این ابزار استفاده بکنیم ثروتمندترین مرد قرن 20 آمریکا به نام اندور کارنگیه او آدم میگه میگه بزرگترین قدرت و محبتی که خداوند بر انسان داده توانایی کنترل ذهن و هدایت ذهن انسانه ولی ما هیچ وقت یاد نگرفتیم که چطوری از ذهن خود استفاده بکنیم ببینین ما وقتی که هیچ شناختی از ذهن نداشته باشیم نمیتونیم ذهن کنترل کنیم وقتی نتونیم ذهن کنترل کنیم نمیتونیم ذهن جهت بدیم وقتی نتونیم جهت بدیم نمیتونیم اون چیزی رو که دوست داریم خلق کنیم پس در وهله اول ما باید اول ذهن بشناسیم ذهن باید درک کنیم که چگونه چی از چی 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 فرآیندی داره چطور کار میکنه وقتی ذهن بشناسیم میتونیم چیکار کنیم کنترل کنیم وقتی میتونیم کنترل کنیم میتونیم جهت بدیم وقتی میتونیم جهت بدیم میتونیم اون چیزی رو که دوست داریم حالا درآمد شغل و هر چیزی که دوست داریم خلق بکنیم پس سوال که شما مطرح کردین من. ما ما چگونه ذهن خود رشد بده ما یک سلسله فاکولته های ذهنی داریم مثل تمرکز قدرت تخیل اراده حافظه درک شهود اینا کلشان قابل پروریشه بانه. ما باید اینا رو رشد بدیم باید پرورش بدیم بزرگا میگه 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 شما به چیزی میرسین که اکثر خود به اون فکر میکنین اگر ما بتونیم روی و هدفی که داریم همیشه متمرکز باشیم به با زمان به اون دست پیدا میکنیم اما امروز جوان خیلی حواسش پرته سن کتاب انگلیسی خود باز میکنه یک 5 دقیقه 10 دقیقه مطالعه بکنه یک فکر رو ذهنش میاد مثلا فیسبوک میره سراغ از موسیقی میره سراغ از چکر می سراغ از درست این تمرکز نداره بانه. و روش چیه روش است که ما باید آموزش ببینیم یعنی این شش فاکولته ذهنی وجه افتراق یا مزیت ما نسبت به دیگه حیوانات که حواس پنج گونه را ما هم در داره اونا میشنوه میبینه میتونه جنا حس داشته باشه لمس میکنه بله. و امتیاز ما شما همین شش فاکولته یک ما باید روی اینا کار کنیم از کوی تخیل خود باید بتونیم استفاده کنیم درک خیلی باید قوی داشته باشیم حافظه خیلی قوی باید داشته باشیم بتونیم خیلی خوب متمرکز باشیم اراده باید داشته باشیم من مثال قبلا عرض کردم مثلا شما خودتون نکته باز میکنین که مطالعه کنین بله اما یک حواسی در بفهم یک چیز در ذهنتون میزنه میگه برو امروز چکر بله. فکر اومد از در ذهنتون درسته شما باید ایج یک اراده خیلی قوی داشته باشین که بتونین بازم ذهنتون روی کتاب متمرکز کنین بله بله یا هر موضوع دیگه یعنی در کسب و کار در انجام یک کار خیلی مواقع است که یک سلسله فکر در ذهن ما می و خیلی خیلی کسا اون فکر فالو میکنن. میکن. میره سر از ولی اگر ما اراده قوی داشته باشیم که ما خیلی روش تاکید دور میتونیم که با, دو, دو نیرو اول با قدرت اراده فکر خود از جایی که حالا از جایی که مناسب نیست از جایی باید با قدرت اراده فکر خود برداریم بعد با قدرت تمرکز روی همون چیزی که میخوایم باید متمرکز کنیم که اینا رای شما گفتیم چیکار بکنیم باید آموزش ببینیم بعد روی حافظه روی تمرکز روی درک روی تخیل روی هر کدامش باید آموزش ببینیم چطوری اینا رو بله خیلی موفقیت و ذهنیت مثبت یا باور مثبت رابطه اینها را شما چگونه بررسی میکنید بازر شما اصلا مثل درو یک سکس لازم و ملزوم همدیگر؟ صد درصد صد درصد امان. مولانا میگه میگه پیشی چشم داشتی شیشه کبود لاجرم عالم کبودت می نمود این واقعا اگر دیدی ما یا طرز فکر ما یا نگریش ما مشکل داشته باشه اصلا ما مسیر اشتباه میریم بله بله. وقتی که مسیر اشتباه بریم والا هر هم که با سرعت بریم به نظر من بیشتر ما از هدف دور میشیم پس من میگم که موفقیت نتیجه طرز فکره موفقیت نتیجه باورهایه آنتون رابینز شاید بشناسید یک انسان خیلی موفق است یه بله. یادم یک تعریف خیلی خوب از باور داره میگه انسان ماشین اثبات باورهای خود میباشد این ما ماشین مثلا ماشین چی رو برای شما مثال ماشین حسابه چیکار میکنه فقط حساب میکنه چیز غیر از این نمیتونه انسان هم کار رو میتونه انجام بده که باور داره بدون شاید میگه اگر گویی که بتوانم قدم در نه بتوانی و اگر گویی که نتوانم برو بنوشین که نتوانی و با آقای هندی فورد میگه اگر فکر میکنی که میتونی درست فکر میکنی فورد کیه؟ رئیس کمپانی فورد تولید موتور یکی از بزرگترین برندهای در دنیا استه. اگر فکر میکنی که میتونی درست فکر میکنی اگر فکر میکنی که نمیتونی باز درست فکر میکنی در هر صورت حق با تویه پس این باورها ما باید تغییر بتونیم باید باور کنیم که مثلا خدا کافیه برای ما باید باور کنیم که من میتونم باید باور کنیم که بدون سرمایه میشه شروع کرد چرا چون یک عالم آدم شروع کرده یکی از بزرگا میگه میگه بزرگترین دلیلی که تو هم میتونی موفق شوی است که این همه آدم دیگه تونسته موفق شوه الگو دارین بله. ساده میزنم شما ما گفتیم که یک درصد هم یکی پول داره نه خیلی موفق خیلی ثروتمنده اگر همین لحظه بیایم ما شما یک مصیبت ساده بکنیم 8 میلیارد انسان همین لحظه روی زمین زنده است نه. یک درصدش میشه 80 میلیون آدم همین لحظه یک ما شما حرف میزنیم 80 میلیون آدم میلیونر پولدار ثروتمنده ما چرا نتونیم شما چرا نتونیم بله این جایزه اسکار نیست که مثلا در سال فقط 24 نفر بتونه بگیره 80 میلیون آدم همین لحظه میلیونر است پس 100 درصد ما میتونیم شو بدون ما یک از راه های تغییر باور که ارز کردم که خودم همیشه از استفاده میکنم و برای دوستان راهکار میتونم است که ما باید الگو بر, ذهن خود نشان بتیم چون باور با منطق تغییر میکنه باید یک چیز منطقی رو به خود ذهن خود بیتیم و یه تکرار کنیم تا باور تغییر کنه مثلا اگر من ببینم که شما تانستین پولدار شوین دوستیم تانست پولدار شوین فلانی دوستیم تانست پولدار شون کل ما و شما مثلا همچین سوال بودیم هم دیگر میشناختیم باور ذهن من شکل میگیرم من میتونم بله میگم ف... فلانی که از ما بهتر نیست پس جوانو بیا اول برای خود یک نه یک داره، مثلا ده داره، بیست داره، سی داره. الگو بر خود پیدا بکنه زندگی نامی افراد را مطالعه بکنه که در زمینه کاری خودشون به موفقیت رسیده. من همیشه خود میگم مثلا آن میتون رابینز کوین ترودو نه میفهم جودی اسپینزا خانم استر هکس ابوس منیش امیر شریفی فلان بسیار خیلی زیاد است صد ها نفر وجود داره میگم وقتی فلانی تونس فلانی تونس فلان تونس من چرا نترم چون من رفتم زندگی اونها رو خواندم میبینم که اکثرشان از صفر شروع کرده. بسیار زیاد مشکلات داشته بسیار فقیر بوده سرمایه مالی نداشته از صفر شروع کرده تلاش کرده پشت داشته ذهن خود تغییر داده کتاب مطالعه کرده خودکار کار کرده و مرور زمان به اون هدف که دوست داشته دست پیدا کرده پس قطعا من هم اگر مثل اونا فکر کنم مثل اونا عمل بکنم به اون هدف دست پیدا بله بدون شک خیلی عالی خیلی تشکر آقای حیدری صحبت بسیار خوب و مفید تقریبا گفته می‌تونم که صحبت بسیار و جدید هست در عین حال برای خصوصا جوانان ما خصوصا کسانی که در عرصه تحصیل و اهدافی دارن برای خود این صحبت شما بدون شک بر اونها هم بیشتر موثریت خواهد داشت بدون شک صحبت شما هم باقی مانده ما کش میکنیم ان اگر بتونیم آقای جناب استاد حیدری در برنامه های بعدی در هفته های بعدی هم داشته باشیم و با این موضوعات را سلسله مراتبی پیش ببریم خیلی خوب باشه خیلی تشکر جناب آقای دری از اینکه امروز تشریف آوردین و صحبت های خیلی مفیدی هم داشت سلامت باشین تشکر از دعوت شما